کاربر عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نماز ستون دین است و علی الخصوص نماز صبح و نماز عشاء برای یک مسلمان ادا کردنش انقدر مهم است که مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که درکت نماز صبح با ارزشتر از تمام چیزی که در دنیا هست و تمام چیزی که ما فیها است، یعنی از او کنه با ارزش است. و این درباره درکت نماز صبح است. این حالا شما ببینین که نماز فرض که درکت فرض است چقدر ارزش داره. شما با خود فکر بکنین برادر یا خواهر مسلمان من، که چرا از صبح از خواب گران خود شما بیدار میشید و فقط درکت نماز میخونید. درکت زیاد نیست، درکت سنت، درکت هم فرض، یعنی درکت نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه الله سبحانه و تعالی بندگان خود را امتحان میکنه و بزرگترین امتحان در نماز صبح و در نماز عشاء هست. رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم که هر کسی که نماز صبح و عشاء خود ترک میکنه نمیخونه، از نشانه های نفاق است، یعنی منافق است، از نشانه های منافق است. و ای در وقتی یه حدیث گفته شده که وقت بعضی کسا در نماز صبح در جماعت نمیمد اما در خانه میخوندن، یعنی نماز خود در خانه میخوندن، با وصف از که در خانه هم میخوندن، بالای اونا لقب منافق گذاشته میشه. چرا؟ مسجد نمیرن. اما شما اگر خواهر هستید، شما میدونید در خانه بخونید نماز صبح. چندین دلیل داره که انسان نمیتونه به نماز صبح بیدار بشه. یکیشی است که انسان از کار شب را، از کار خواب را انجام نمیده، با کسالت خواب میکنه و وقتی که با کسالت خواب کرد و ای از کار رم حدا نکرد، شیطان میایه و در پشت سر ازی سه گریه میکنه، سه گریه محکم میکنه که این بیدار نشه. و حتی شیاطین میاد در گوش ازی ادرار میکنه و ادرار شیاطین مثل ادرار انسان نیست که او را انسان محسوس بکنه. این مثل واکس وری چیزی هست که در گوش انسان این آلت غفلت را میاره و بعد از او شیاطین بر انسان خوابهای رنگ و رنگ را تزریق میکنه. شما متوجه باشین هر وقتی که شما به نماز بیدار نمیشین، شما خوابهای خیلی عمیق میبینین، خوابهای میبینین که مثل سریال ها هست. میخواین ببینین که بعد از او چی میشه، بعد از او چی میشه، بعد از او چی میشه. دیگه به اون شکل که سریال ها از شیطان ها هست، این خواب ها هم از شیطان ها هست که شما را غرق می سازن. پس شما سعی بکنید که شب وقت در خواب بکنید و از سریال ها و تلویزیون ها و فیسبوک و این چیزها دست بردارید، تلفنتان را از خودتان دور بکنید، اینترنتش را آف بکنید. تمام مشکلات ما شما زندگی فعلی ما شماست، تلویزیون، اینترنت، مواره، فیسبوک و دیگر مسائل. از این چیزها قبل از ایش که شما ببینین، ما یک موضوع خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم و این است که ما شما در افغانستان نماز عشاء را به نام خفتن یاد میکنیم. خفتن، خفتن یعنی خوابیدن، یعنی نماز خفتن تا که خواندی خواب کو دیگه بس. و حتی حدیث مبارک هم داریم که بعد از ادای نماز شام، نماز خفتن یا نماز عشاء، هر کسی که صحبت بکنه هم مکروه است. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله نهی کرده. دلیلش هم امی هست که انسان به نماز صبح بیدار شود، به نماز تهجد بیدار شود، به نمازهای نفلی بیدار شود. پس شما سعی بکنید خواهرم که زندگیتان را درست بکنید، شبها تا ناوقت برای لو لحف بیدار نباشید، برای درامه ها حریص نباشید، برای فیلم های مبتذل ایندیو که در او تمامش بت پرستی و دروغ است، برای موسیقی و برای فیسبوک. و ببینید شما وقتی که داخل فیسبوک میشین مصروف میشین، علکی چی گفته، علا او چی گفته، کامنت ها را بخوان، این نه نه خیر، تمام از این لح و لحب است. به الله قسم که الله سبحانه و تعالی محاسبه میکنه، از کردیت تلفن هایتان محاسبه میکنه، هر پنس یا هر سنتی که، چون ما شما به دلار پول میتیم، هر سنتی که در مقابل کردیتتان شما مصرف میکنین شما محاسبه میشین. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. به اندازه یک مثقال ام اگر شما مصرف میکنین از کردیتتان، الله او شما را محاسبه میکنه. الله قسم میخوره والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر که انسان
در خسران است. پس خواهرم، ما شما در خسران هستیم، در زیان هستیم. کردت های تلفنتان را حفظ بکنید، در رای درست استفاده بکنید، در کانال های یوتیوب ما داخل شوید، در کانال های اسلامی داخل شوید، در کانال های مبتذل داخل نشوید، از تلویزیونتان به شکل درست اسلامی استفاده بکنید، از وقتتان درست اسلامی استفاده بکنید، تنظیم بکنید تا درست بیدار شوید برای نماز صبح انشاءالله. و ما را هم از دعایتان فراموش نکنید. بخش دوم سوالتان، بله، انسانی که گناه میکنه و وقتی که پشیمان میشه، اما تو میگفتن که التوبه ندم، یعنی توبه چی است؟ که وقتی که انسان پشیمان میشه و شما توبه میکنین ان شاء الله، تا وقتی که انسان به الله شرک نمیاره، الله سبحانه و تعالی توبهش قبول میکنه. اما توبه شرایط داره. شرط اولش این است که شما دوباره به او گناه برنگردید. دوم، اسبابی که شما را به او گناه میرسانه، او از اسباب را قطع بکنید. هر چیزی که شما را به او گناه میرسانه، او را قطع بکنید، دیگر دو را نرید و جدیت نشان بدید. و دیگه هی که شما در مقابل از گناه کارهای خوب و نیک انجام بدهید. کسی که هم گناه میکنه و هم نماز خود را نمیخونه، نماز صبح خود را قضا میکنه، پس او بالای گناه دیگه گناه میکنه. یکی از توفیقی که الله سبحانه و تعالی برای انسان ها میته بعد از توبه کردن هی است که انسان اعمال خود خوب میکنه. یکی از زیگنال هایی که الله برای انسان میته که ما چه وقت میفهمیم که توبه ما قبول شده، ار وقتی که ما تانستیم 5 وقت نماز خود درست بخوانیم، ادا بکنیم، از کار صبح خود بخوانیم، از کار شام خود بخوانیم، قرآن خود را بخوانیم، پس ای یک زیگنال است از طرف الله سبحانه و تعالی که توبه ما قبول شده ان شاء الله تعالی.